اوکی، با سلام دوباره به قسمت سوم برنامه خوش آمدید. من کمی صبر میکنم تا بقیه بیان رو خط و بعد مراقبه و درمان. از عزیزانی که ضبط برنامه رو میبینن یادآوری میکنم که برنامه زنده اینستاگرام من هست، دوشنبه ها 12 ظهر به وقت کالیفرنیا و فعلا 10:30 شب به وقت ایران تا زمانی که ساعت امریکا تغییر کنه. ساعت امریکا 5 نوامبر تغییر میکنه. ساعت ما هم که تغییر کرد دوباره روال برنامه بر میگرده به 11:30 شب به وقت ایران و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا. بستگی به ظرفیتتون داره. اگه از کانال درمان دریافت کردید، بستگی به ظرفیتتون داره که میخواین این درمان رو دریافت بکنید یا نه. خودتون باید بسنجید. اگه احساس میکنید، اگه با درمان صبح مثلا واکنشی داشتید، بستگی به خودتون داره. باید خودتون ببینید به ظرفیتتون هست یا نه. مثال برای ارتباط با خالق. ارتباط با خالق خیلی راحته. شما هم که حرف از خالق بزنی یه ارتباطه. ذکر، تمام ذکرهایی که من میدم یه ارتباط با خالقه. دریافت میکنم عشق خدا رو، ارتباط با خالقه. با خدا حرف بزن. ای خدایا، پروردگارا، خالق عزیزم، مادر پدر اصلی من، خدای مادر من، خدای پدر من، من دوستت دارم، من میخوام با بیشتر بشناسمت، میخوام ارتباطم با تو قوی تر بشه، کمکم کن که تو رو بهتر بشناسم، تو رو بهتر دریافت کنم، عشق تو رو بهتر دریافت کنم، کمکم کن ارتباطم با تو قوی تر بشه. با خدا حرف بزنید. ارتباط با خالق خیلی ساده است. خدا همیشه حضور داره و درون شماست و همیشه حضور داره. در هر هیچ وقت هم نمیگه من وقت ندارم، برو بعدن بیا. بسیار مهربان، سخاوتمنده. هر وقت اراده بکنید خالق حضور داره، حاضر و با گوش شنوا. شما فقط باید بطلبید. همین، حرف بزن با خدا، خیلی ساده است. خدا شما رو همیشه میشنوه. راحت ترین کار ارتباط با خالقه و واجب ترین کار. ما انرژیمون از خالقه، برای همین باید روزانه ارتباط برقرار کنیم. مثل باتری که میخوایم چارج کنیم، باتری موبایلتون که چارج میکنید، ما باید روزانه با خالق وصل بشیم تا این باتریمون چارج بشه. هر درمانی میدم خواب گوش میبینم. خب بستگی داره چه درمانی دارید میدید. میتونید از روی بزرگتون درخواست کنید پیام منو واضح تر به من بده. ظاهرا ممکنه ربطی به گوش خوردنتون داره، ولی این بعد اینو از روح بزرگتون بخواین که دقیق تر به شما جواب بده، یا بگید در خواب به من نشون بده این سمبول بر من چه معنایی داره. به طور کلی غذا خوردن توی خواب یعنی دارید به خودتون تغذیه روحی میدید. ولی اگه احساس میکنید پیام خاصی درش هست، اینو از رو بزرگتون میتونید بپرسید. سلام به همه عزیزان. اوکی، فکر کنم اکثر رو خط هستن. شروع میکنم حالا برای مراقبه. نفسهای عمیق، چشماتون رو ببندید، کف پا روی زمین. در اینه که کف پاتون روی زمینه، اگر پاشنه های پاتونم به هم بچسبونید، این به تعادل کمک میکنه. یا کف پا روی زمین، اگر هم بتونید، که البته خب کار راحتیه، پاشنه های پاتونم به هم بچسبونید، این کمک میکنه بیشتر به گراوند بودن و تعادل. ستون فقرات صاف، شونه ها ریلکس، یه کمی نرمش بدید ماهیچه های شونه و گردنتون رو. ریلکس، شونه ها افتاده، ریلکس. نفس عمیق،
ستون فقرات صاف، سرتون یه کمی به سمت بالا، افتاده نباشه، یه کمی به سمت بالا. میخوام تصور کنید یک خورشید، این خورشید به نیت خالقه. تصور کنید یه خورشید که داره میتابه، نورش به شما میتابه، نورش از شما رد میشه، بیشتر نور به قلب میتابه و از شما رد میشه، مثل که شما مثل شیشه رد میشه نور، شما هم ترانسپرنتی، این نور از شما رد میشه، از این ور میاد از اون ور میره، در اینی که نور به شما میتابه و از شما رد میشه داره کل سیستمتون رو پاکسازی میکنه، تقویت میده، بازیافتی میکنه، تمام تک تک سلول های شما داره پر میشه از این نور آفتاب. یواش یواش میبینید که کل بدنتون داره تغییر رنگ میده، داری تبدیل میشید به رنگ طلایی، از نوک پنجه پا تا بالا تمام سلولا داره پر میشه از این نور آفتاب و کل بدنتون داره تبدیل میشه به نور طلایی رنگ، از نور آفتاب داره میدرخشه، داره زلال و زلالتر میشه، حرارت این آفتاب رو احساس میکنید. بگید سلام به خالق مهربانم، از اینکه به من عشق میورزی سپاسگزارم، منو ببخش برای خطاهایی که کردم و کمکم کن خودم رو هم ببخشم، به من کمک کن که ارتباطم با تو قوی تر بشه، به من کمک کن که تو رو به خوبی و راحتی دریافت کنم، عشق تو رو به خوبی و به راحتی دریافت کنم، کمکم کن قلبم باز بشه و عشق بدون شرط تو رو به راحتی درونم حس کنم، کمکم کن قلبم باز بشه که عشق تو در تمام رگهای من، در تمام وجود من به جریان باشه، در روح من، در ذهن من، در قلب من انرژی عشق تو در جریان باشه. نفسهای عمیق. از تو خالق مهربان و سخاوتمند درخواست میکنم به من و خانوادم و اجداد من رحمت و برکت و سلامتی بده، به من به خانوادم و اجدادم بلسینگ بخشش، بالاترین بخشش و بالاترین ورچو رو بدید لطفا، به من به خانوادم و اجدادم آگاهی و هدایت در مسیر نور بدید، از شما خالق مهربان درخواست میکنم به تمام مردم ایران که در مسیر نور هستند بالاترین بخشش و بالاترین ورچو رو هدیه بدید، از شما خالق مهربان و سخاوتمند درخواست میکنم به تمام خلق بشر که در مسیر نور هستند بالاترین بخشش و بالاترین ورچو رو هدیه بدید، نفسهای عمیق. حالا میخوام تصور کنید که این خورشید داره فرم یک قلب رو به خودش میگیره، همون حالت رنگ خورشید که تابان و درخشانه، فقط به جای گرد بودن داره تبدیل میشه به شکل یک قلب، مثل یه خورشیدی که شکل قلبه و داره میدرخشه. این قلبی که الان میبینید قلب خالقه. میخوام تصور کنید که این قلب قلب خالقه و تصور کنید که رفتید داخل قلب خالق، رفتید نشستید در قلب خالق، در اینی که نشستید در قلب خالق شروع میکنیم به ذکر گفتن
که در قلب خالقم من. در قلب خالقم من، 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 در قلب خالقم من. از تمام فرشته های مقرب، از تمام فرشته های عشق، از تمام انرژی هایی که به نور خدمت می کنن، از مادر زمین عزیز، از خورشید و ستارگان، از روح درونم، از روح بزرگم، از معلم های نوریم، از فرشته های نگهبانم، از همه درخواست می کنم با من ذکر بگید، با ما همراهی کنید و این ذکر رو با ما بگید. در قلب خالقم من، 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 در قلب خالقم من. چه عشقی. در قلب خالقم من، 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 در قلب خالقم من. چه جایی بهتر از قلب خالق؟ پر از عشق، پر از مهر، پر از آرامش. واقعا که خالق مهربانه، قلبش همیشه باز، آغوشش همیشه باز. حتی اگه بدترین آدم هم باشی، آغوش خالق همیشه بازه، همیشه آماده برگشت توه، همیشه آماده است که تو رو با عشق دریافت کنه، همیشه آماده بخشش، همیشه آماده برای شروع جدید. خالق واقعا مهربان و سخاوتمنده و بخشنده ترین. در قلب خالقم من، 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 در قلب خالقم من،
در قلب خالقم من، در قلب خالقم من، در قلب خالقم من، در قلب خالقم من. از خالق مهربانم درخواست میکنم به من بخشش بده برای تمام آسیب ها و خطاهایی که کردم در عمرهای قبل و به تمام آنهایی که من بهشون ظلم کردم، بدی کردم، در هر زمان، در هر مکانی به اونها بلس بخشش بده و قدرت بخشش که من رو ببخشن. از تمام روحهایی که من بهشون ظلم و بدی کردم در هر زمان و مکانی، چه به یاد داشته باشم، چه به یاد نداشته باشم، درخواست میکنم که من رو ببخشید. من خطا کردم، نادانی کردم، من رو ببخشید و در از این به بعد من عشق رو انتخاب خواهم کرد. در قلب خالقم من، در قلب خالقم من، در قلب خالقم من، در قلب خالقم من. اوکی، نفس عمیق، دستاتون رو مشت کنید، بدنتون رو کمی حرکت بدید، پاتون رو تکون بدید، بدنتون رو تکون بدید، پاتون رو به زمین فشار بدید، این گراندتون میکنه. بعد میتونید آرام چشماتون رو باز کنید. خیلی اوقات تو حالت مراقبه هستید، یه مقدار گراوند نیستید و همین موقعی که مراقبه تموم میشه خیلی خوبه که کف پاتون رو به زمین فشار بدید و این شما رو دوباره گراوند میکنه و دستاتون رو که مشت میکنید اوراتون رو برمیگردونه به حالت اولیش. اوکی، حالا هم درمان به درخواست یکی از عزیزان، درمان به کارمای مسکن. همزمان سرتون سنگین شد، خوابم گرفت. انرژی گاهی اوقات اگه یه مقدار بیش از ظرفیت باشه یه حالت خمیازه یا خوابولدگی ایجاد میکنه. لرزم گرفت قد، با تمام وجود نور رو حس کردم. من از چشمام اشک آمد. بسیار عالی. واقعا وقتی که ذکر رو من خیلی حس میکنم، انرژی خالق رو وقتی ذکر میگم، واقعا هم یک بهترین درمانه و واقعا آرزو دارم برای تمام خلق بشر، نه فقط مردم ایران، که واقعا این عشق و حضور خالق رو حس کنن. بهترین حس، بهترین آزادی، بهترین درمان حس حضور خالقه، خودش بهترین درمانه. وقتی آگاه هستی و حس میکنی حضور و عشق خالق رو، اصلا همه جسمت سلامتی پیدا میکنه، روح و روانت سلامتی پیدا میکنه، هیچی دیگه لازم نداری. خودش در حضورش تکامل، درمان، سلامتی، همه چیز هست. بسیار عالی، سلامت باشید. مرسی ازم. چشمتون رو میبندین، حالا فرق نمیکنه، هر جور راحتید، شما به هر نحوی میخواین میتونید با خالق ارتباط برقرار کنید، هر اون حالتی که به شما حس خوب و آرامش میده. خانم شایسته، سلام خانم شایسته، بسیار عالی. خانم شایسته یکی از شاگردان عزیز من هستن، البته همه شاگردای من عزیز هستن، ایشون هم یکی از ایشون از شاگردای من هستن. بسیار عالی. خب خیلی خوب حس کردید، حس قلب خالق رو. آره، درمان به کارمای مسکن. کف پا روی زمین. من این دفعه حواسم بود توی ذکر. مثل دفعه پیش از خود بی خود نشم، حواسم باشه. البته موردی نداره، ولی خب یه خورده انرژیش البته برای شما مفیده، اگه من تو اون حالت برم به شما منفعت میده.
اوکی بسیار عالی، چون ارتعاش من میاد بالا به شما منفعت میده. آره، کف پا روی زمین، نفس های عمیق، با لبخند، حس شاد، حس خوب که هرچه شادتر باشید انرژی رو بهتر دریافت میکنید. من درمان میدم. یه پاکسازی انجام بدید. سه بار بگید از فرشته های نگهبانم درخواست میکنم فضای من پاکسازی کنید. کارمایی بچه دار نشدن، اونو بعد یه وقت مشاوره براش بگیرید، چون کارماش یه مقدار غلیظه. برای کارمای بچه دار نشدن یه وقت مشاوره با من بگیرید، چون هم نقش داره در چندین مرحله، هم یه چیز بیشتر شخصیه. ولی بعد بهتون تمرینات روزانم بدم که خودتونم روش کار کنه، توی جلسه معمولا حل نمیشه. آرزو خانم، من برای همه هموطنانم همیشه دعا میکنم روزانه. من درخواست از خالق زیاد میدم، خالص خالق، چون من میدونم توانمند و سخاوتمنده. من روزانه خیلی زیاد درخواست میدم برای مردم ایران که در مسیر نور هستن و خلق بشر که در مسیر نور هستن. سه تا ذکر میگم، دریافت میکنم عشق خدا رو، عشق خدا مادر قلب منو باز میکنه و سرشار از عشقم. نه، اگر میخواین از ذکرهای مختلف استفاده کنید موردی نداره. من خودم معمولا از یه ذکر استفاده میکنم چون یه مقدار حالت عمیقتری به من میده. تو یکی از تمرینات قبل من چند تا ذکر گفتم که شما باش آشنا بشید، ولی من خودم معمولا یه ذکر میگم چون تمرکز حواسم رو بیشتر میکنه و بیشتر تو اون حالتش در بهرش میرم و تو حسش. ولی اشکالی نداره، شما میتونید از چند تا ذکر استفاده کنید. برای دیسکتون ریشه یابی بکنید، از روح بزرگ ریشه یابی کنید. شما هم فوق‌العاده هستید خانم فریما. مرسی ازم. مرسی. من هم از جنس شما. اگه منو فوق‌العاده میبینید، خودتم فوق‌العاده هستی. اگه منو خوب میبینید، خوبی در درون خودتونه. خواهش میکنم. اوکی، میخوام یه بلسینگ هم بفرستم. مسئله فقط در ایران نیست. شما ایران رو میبینید چون در اون محیط هستید. الان دیگه اخبار همه جایی، حالا هرچند من اخبار گوش نمیدم، ولی خبرها رو که دستتون میاد. الان کل کره زمین در تغییره. تو همین امریکا مسائل زیادی هست. افرادی هستن که شرایطی دارن، حتی شاید از ایران شاید بدتر، بالاترین میزان آدمای بی خانمان امریکا داره. خود کالیفرنیا یا حتی خود شهر سان فرانسیسکو، حالا بی خیال مثلا کل کشور، بالاترین آمار بی خانمان ها رو داره اینجا در امریکا. در هیچ کشوری من اینقدر بی خانمان ندیدم.
که در امریکا دیده میشه. همه جا مسائل خودشو داره، ولی شما چون در ایران زندگی میکنید فکر میکنید فقط در ایران این مسائل هست، ولی اینطور نیست. این مسائل همه جا هست، فقط یه مقدار رنگاش متفاوته. ولی اون آدم عاقلی که گفت آسمان همه جا یک رنگه، واقعا آدم دانایی بوده. همه جا مسئله خودشو داره. اوکی، من یه 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یه بلسینگ هم بفرستم به همه عزیزان. Alright. این هم از بلسینگ. یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. امیدوارم که همگی خوب باشید، سالم و شاد و تندرست. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. از اینکه در این ساعت یا یک ساعت نیم بالواقع با من بودید سپاسگزارم. همه شما عزیز هستید، هم برای من، هم عزیزترین برای خالق. همه شما در قلب خالق جا دارید. یادتون باشه که حتی با وجود مسائلی که در زندگی دارید و دستاندازهایی که در زندگی دارید و درسهایی که باید یاد بگیرید، خالق همیشه در وجود شما و در کنار شما و با شما هست. تنها نیستید. شاید خالق نیاد همه مشکلاتتون حل کنه، چون مسیر این نیست، ولی همیشه با شما هست. هیچ وقت شما تنها نیستید. تا دوشنبه بعدی موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. لب شما هم خندان.